سلام خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه دورمون. این جلسه میخوام راجع به یه موضوعی صحبت کنیم به نام آیکون. من پروژه رو دوباره رام میکنم، میخوام یه چیز نشونتون بدم. این پروژه بود که تو جلسه قبلی کار کردیم. این گوشه بالا سمت چپ رو ببینید، یه آیکونی وجود داره. من میخوام این آیکون رو عوض کنم با آیکونی که خودم میخوام، خب با آیکونی که خودم مد نظرمه. بریم اول یه آیکون درست کنیم توی حالا نفسر پینت، حالا دیگه نریم توی اینترنت دانلود کنیم، یه دونه خودمون درست کنیم. خب من اینو باز میکنم، میخوام یه دونه آیکون درست کنم. خب سایزش رو اول تغییر بدم به 64 در مثلا 64، اینم رزولوشن رو بکنم 105. خب یه ذره بزرگش میکنم، یه بک‌گراند مشکی به این میدم. خب یه دونه با رنگ قرمز مثلا پی میزنم اینجا که اول اسم کانالمون پیستاه، و یه ذره بزرگش میکنم، بعد یه ذره ایتالیکش میکنم، بولدش میکنم، فونتش هم بذار عوض کنم، بکنم کامبریا مثلا، کامبریا مت. اوکی، این میشه یه آیکون کوچولو حالا درست کردیم. خب اینو سیوش میکنم تو همون مسیر پروژم. بچه ها من اینو بذاری سیو بکنم. خب فقط مشکلی که هست اینه که این پسوند، من باید با پسوند ICO ذخیره بکنم، ولی این پسوند ICO نداره. یه فرمتی ذخیره کردم، اگه قبول کرد که اوکی، اگه قبول نکرد بهتون میگم چیکار کنید. خب بریم داخل پروژمون، این داخل پروژمون، خب این بالای پروژمون که روت و اینا رو آوردیم، یکی دیگه روت می نویسم، روت دات آیکون بیت مپ. بعد لوکیشن اونجایی که در حقیقت فایلم هست رو میدم. نمیدونم لوکیشن نسبی قبول میکنه یا نه، بذارید ببینم قبول میکنه. آره قبول میکنه. یک این فایل رو بهش دادم، icon.ico. اگه قبول کرد که آیکون رو اوکی، قبول نکرد فرمتش رو تبدیل میکنیم، اشکال نداره. این از این. حالا ببینیم یه بار دیگه پروژه رو اجرا کنیم ببینیم تغییری کرده یا نه. این بالا آیکونمون عوض شده ولی نشناخته. بچه‌ها نیا کنید. خب پس این فرمتش مشکل داره، من فرمتش رو باید درست کنم. میام چیکار میکنم؟ فایل رو بریم تو گوگل تبدیلش کنیم. خب بچه من فایل رو با فرمت PNG ذخیره کردم، اسمش رو عوض کردم PSTA.png. خب با این فرمت ذخیره کردم، حالا میام تو گوگل سرچ میکنم convert PNG to ICO. همین سایت رو اول باز کنید، آنلاین هم انجام میدید. خب فایل رو اینجا بهش بدید، اینو کلیک کنید میره توی فایل منیجرتون. بعد از اینکه فایل رو بدید سمت راست نگاه بکنید، این فرمت آیکونش رو بهتون میده. اینو که بزنید شروع میکنه به دانلود کردن. خب من فایل رو دانلود کردم، pista.ico شد الان بچه. خب حالا میرم توی پروژم، اینجا اینو میکنم پیستا. ببینیم کار میکنه با این فرمت یا نه. بله نیا کنید بچه، درست شد، آیکونمون عوض شد. پس شما یا آیکون اگه داشتید که هیچی، اگه نداشتید با پینت میتونید خیلی راحت برای تمرین درست بکنید. تو گوگل بزنید convert مثلا PNG تو ICO، JPEG تو ICO، سایت زیاده، convert بکنید، بعد مسیرش اینجا بدید. اینجا میتونید آدرس دقیق هم بدید، مثلا بزنید C دو نقطه فلان فلان فلان، اینجوری آدرس دقیق بدید. ولی خب آدرس نسبی هم میتونید بدید نسبت به محل، اگه در واقع فایل عکستون تو همون دایرکتوری پروژهتونه میتونید همون آدرس رو بدید. خیلی خب بریم سراغ موضوع بعدی. خب چون ویدیوم خیلی طولانی نشده، من موضوع بعدی هم همین جلسه بگم چون مرتبطه با بحث آیکون. اونم اینه که ما چجوری میتونیم عکس بیاریم داخل پروژمون. بچا چجوری میتونیم عکس رو درج بکنیم تو پروژمون. برای اینکه بخواد شما عکس بذاره توی دقیقت پروژتون، شما باید اول یک ابزاری رو نصب کنید، یک پکیجی رو باید نصب کنید توی پروژتون. یه پکیجی داریم به نام پیلو، فکر کنم میشه بالش اگه اشتباه نکنم، بعد اون رو نصبش بکنیم. خب میام اینجا دستورش رو مینویسم، اول صفحه رو خالی کنم،
خب میسم پیپ اینستال پیلو خب یه مدت طول میکشه این نصب میشه. خب من ویدیو رو پاز میکنم تا این نصب میشه. خب بعد اینکه نصب شد یه همچین پیغام هایی بهتون میده و یه چیزی همجا گفته تو you are using pip version فلان. آها میگه پیپ هم بعد آپدیت کنم. خب باشه این رو بعدا آپدیتش میکنم. خب بعدی که نصب شد شما باید چیکار بکنید؟ حالا باید برید ایمپورتش بکنید توی پروژهتون. خب ایمپورت ازش کنم کارم سختی نیست. اینو یه چیز دستوری اون بالا میزنید و انجام میشه میپه کارش. میمین بالا بقل همینجا مینویسید from PIL بچه ها با حروف بزرگ خیلی مهمه import image tk بزرگ و image با آی بزرگ. اسمش اینه بچه ها، اسمش اینه. نمیدونم چرا اسمش اینه ولی موقع نصب چیزی که میزرد زیرش الان چیز کشیده. حالا بزنیم باشه، من داکیومنت ها دیدم این بود، حالا اگه نبود نهایتا برمیگردیم درستش میکنیم، ایراد نداره. خب حالا اینو ایمپورت کن توی پروژهتون چیکار باید بکنید؟ بریم یه دونه عکس، من یه دونه عکس توی دایرکتوریم ذخیره کردم تا هم دایرکتوری پروژه‌ام. شما یه دونه عکس رو از اینترنت بگیرید و ذخیره بکنید. همون عکس رو میخوام الان نشونش بدم. یه لحظه بچه من عکسه یه مشکلی خورده، دارم عکس رو درست میکنم. اوکی عکس درست شد. خب میام مثلا اینجا بالای این یه کامنت میذارم، میذارم add image، ایمیج رو اینجا اضافه میکنم. خب مینویسم چی؟ مینویسم یه دونه variable تعریف میکنم به نام my image مساوی با image tk با بزرگ بچه ها dot photo image. خب با پی بزرگ و آی بزرگ image dot open. بعد اون اکثر بهش میدید آدرسشو. من آدرسش مال من اینه بچه ها nature dot jpeg. یه عکس راجع به طبیعت image underline label مساویس با label باید بهش بدیم لیبل. ولی لیبل داده بودم بس مثل قبلی ها نیست روت و تکست داشته باشه، این فرق میکنه. میگیم ایمیج مساوی مای ایمیج. خب بعد میام خط پایین میگیم ایمیج آندرلاین لیبل دات پک. همین، این کل کاری که باید انجام بدیم. امیدوارم رام بشه چون فکر کنم به با اون بالا پی آی ال ایراد گرفته. حالا ببینیم اگه ایراد گرفته بود که یکاش میکنیم. بله اون ایراد گرفته. خب بذارید اینو درستش بکنم. ببینم پیلو ببینم گیرش برطرف میشه. پیلو میگه نیست اینم پیلو. همین الان نصبش کردم. چرا نیست؟ تو دایرکتوریم همین الان نصبش کردم. خب بذارید ببینم مشکل کجاست. مشکل کجاست؟ فکر کنم فهمیدم مشکل کجاست بچه ها. یه لحظه فکر کنم مشکل اینجاست که اون ویرچوال انوایرمنتی که درست کردیم فعال نیست. بذارید من اونو فعالش کنم. دستورش چی بود بچه ها؟ جلسه دوم سوم راجع بهش صحبت کردیم. سورس VIRT یا ویرت مخابه ویرچوال اسکریپت اسلش اکتیویت اسلش اکتیویت میشه این دیگه. الان تو همین دایرکتوری رفتم اسکریپت دارم یه دونه اکتیویت دارم میبینید. خب این اسکریپت اکتیویت اینو میزنم. خب الان چیزم فعال شد. خب حالا دوباره اون دستوره اینستال رو میزنم یه بار دیگه ببینم درست میشه. خب اوکی بریم ببینیم مشکل حل شده نه.
VIL. آها درست شد درست شد. الان درست شد. Virtual Environment من فعال نبود، نصب مشکل خورده بود. الان درست شد. گیر نده دیگه. چی شده؟ میگه فایل لاند فلان فرام ایمپورت فلان ایمپورت کندد ایمپورت نیم فرام پیل. خب آها اینو گیر داده. بذار ببینم به چی گیر داده. فکر کنم این کاهش هم کوچیکه بچه ها، فکر کنم کاهش کوچیکه. بذار ببینم. آه درست شد یه لحظه ولی آها 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 این پایینم بزرگ دادم، اینجا هم کوچیک کنم درست شه. اوکی درست شد. خب عکس سایز بزرگ کنم، زاویه بعدی داره عکس نشون میده. این عکس بذار عکس سایز کوچیک کنم بچه ها. خب من عکس رو کوچیک کردم، یه بار دیگه پلی رانش کنیم. آها حالا شد. این کل پروژه‌مونه که جلسه قبلم داشتیم، یه عکس فقط بهش اضافه شد اون بالای همه اینا. یه عکس از طبیعت، طبیعت هم بی‌نظیر. خب اینم از اضافه کردن عکس بچه ها. یک دو تا سوتی من دادم، یه مرور با هم بکنیم حالا که تا اینجا اومدیم. اول پیلو رو نصب میکنید، حتما ویرچوال انوایرمنتتون فعال باشه. بعد اینجا ایمپورتش میکنید دوتا ابزار رو، تی بزرگ، آی بزرگ، آی بزرگ، کی کوچیک بچه ها، اینم سه تاش بزرگه. بعد میاد اینجا این سه خط کد رو مینویسید. اوکی اینم از اضافه کردن عکس. بریم بیام ادامهش بشه جلسه بعدی. فعلا خداست.